بابت اهانت به مقدسات 5 سال و تبلیغ علیه نظام 1 سال به من حکم دادن که مجموعاً 6 سال شده. به 15 سال حبس تعزیری محکوم شدم. 7.5 سال اجتماع و تبانی علیه نظام. 3 سال توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. 3 سال نشر اکاذیب در فضای مجازی. 1.5 سال تبلیغ علیه نظام. نصف شب بود، ما همه خواب بودیم، ریختن تو خونمون به طور وحشیانه، ریختن تو خونه، یعنی همه زابرا شدن. ساعت 2-3 شب بود، همه خواب بودن، ما رو گرفتن آوردن اداره اطلاعات مریوان. 2 تا ماشین وایستادن، 5 تا آدم قلچماغ نامرتب، تقریبا 2 تا گلوله در واقع کرک یا 2 کتل پشم در واقع از این ماشین رو پیاده شدن. 5 نفر 2 تا ماشین ریختن رو من، قل خوردن به سمت من و دیگه توهین، کتک، خوش، ناسزا، افترا. بعد از 7 ماه انفرادی در 2 الف سپاه، پرونده من به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شد و مجموعاً در 2 جلسه‌ای که در شعبه 15 برگزار شد به 15 سال حبس تعزیری محکوم شدم. 7.5 سال اجتماع و تبانی علیه نظام. 3 سال توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. 3 سال نشر اکاذیب در فضای مجازی. 1.5 سال تبلیغ علیه نظام. در دادگاه اول هم اجازه حضور آقای رئیسیان وکیل من داده نشد. قبل از اون هم آقای عطار وکالت پرونده ما رو به عهده گرفته بودن که با شکایت سپاه وکالت خودشون رو مجبور شدن از روی پرونده بردارن. پرونده در مرحله تجدید نظر به شعبه 54 دادگاه انقلاب ارسال شد. در اون مرحله هم اجازه داده نشد به وکیل ما که بتونه پرونده رو به طور کامل مطالعه بکنه و تنها گردش پرونده آخر یا گزارش آخر بازجو رو در اختیار ایشون قرار دادن تا مطالعه بکنن و دفاع حقوقی خیلی خوبی را آقای رئیسیان در دادگاه انجام دادن و البته جو دادگاه شباهت زیادی به دادگاه نداشت مثل دادگاه اولی که بر ما برگزار شد. عملا بیشتر دادگاه به خاطر گویی آقای بابایی که قاضی شرع دهه 60 بودن گذشت و مدت خیلی کمی اجازه داده شد که 4 متهم بتونن از خودشون دفاع کنن. در یکی از قسمت‌های دفاعی که مربوط بود به بحث کشته شدن مادرم، من اشاره کردم به این بحث که آقای بابایی اعلام کردن که در صورت اینکه این اتهام رو مجدد تکرار بکنی ما میتونیم علیه تو اعلام جرم بکنیم و تو رو به جرم این که نظام رو متهم به کشتن مادرت میکنیم عملا برات کیفرخواست صادر کنیم و دادگاه مدت زمان خیلی کمی برای دفاع ما در این دادگاه وجود داشت و عملا امید چندانی هم به تغییر حکم ها نداریم. در دادگاه بدوی به خاطر عمل جراحی که انجام داده بودم متاسفانه نتونستم شرکت کنم، اما کلیه مدارک پزشکی که داشتم توسط خانم زهرا مینویی به دادگاه ارائه شد.
هرچند آقای سلواتیش ترتیب اثری ندادن به مدارک پزشکی و بدون حضور من دادگاه رو به صورت غیابی تشکیل دادن و حکم رو هم صادر کردن. ایشون بابت اهانت به مقدسات 5 سال و تبلیغ علیه نظام 1 سال به من حکم دادن که مجموعا 6 سال شده. اهانت به مقدسات رو استناد کردم به یک سری دستنوشته های کاملا شخصی، یه سری شعر، داستان و نوشته های شخصی بوده که نگهداری شده تو خونه و هیچ جا منتشر نشده بود. این مدارک رو انگار بازداشت از خونه ما بردن و به اونا استناد کردم برای اهانت به مقدسات. در کنارش یک سری پست های فیسبوکی بوده، شاید 2 یا 3 پست فیسبوکی بوده که از روی اون حمایت از شاهین نجفی رو برام زدن که مجموعاً دست نوشته هم و این چند تا پست فیسبوکی رو اهانت به مقدسات بهم دادن. تبلیغ علیه نظام رو هم بابت باسم یک سری پست های فیسبوکی بوده و یک تعدادی عکس های شخصی بوده که مربوط می شده به تجمعات 88 قبل و بعد از انتخابات. عکسایی بوده که از خودم داشتم تو تجمعات 88 و باز هم به صورت کاملا شخصی تو لپتاپم نگهداری می شد. هیچ جا منتشر نشده بود این عکسا. استناد کردم به این عکسای شخصی و پستای فیسبوکی و 1 سال تبلیغ علیه نظام رو دادن. در دادگاه تجدید نظر هم که قاضی آقای بابایی بودن، بیشتر فوکوسشون روی اهانت به مقدسات بوده. وکلای من در دادگاه تجدید نظر آقای امیر رئیسیان و خانم زهرا مینویی بودن. آقای بابایی در مورد اهانت به مقدساتی که داشتن و مدارکی که کپی شده از دست نوشته های من جلوشون بوده به من گفتن که نوشته هات اونقدر وحشتناکه که مو به تنم سیخ میشه و اگه دست من بود بهت اعدام میدادم. برخورد خوبی نداشتن و کلن در مورد دادگاه هایی که تو دهه 60 داشتن خاطره گویی میکردن از حکمای اعدامی که داده بودن و خیلی شبیه به دادگاه نبود فضایی که درش محاکمه میشدیم. تایم زیادی برایش صحبت به ما داده نمی شد و بیشتر خود آقای بابایی به خاطره گویی می پرداختن. آخرین حکمی که برای صادر شده حکم اعدامش رو دادن. یه بار پارسال حکمش نقض شد تو دیوان عالی کشور. دوباره باز برگشت دادگاه اونجا دوباره قاضی مقیسه حکم اعدامش رو صادر کرد. امسال دوباره برگشت دیوان عالی کشور دیگه حکمش رو تصویب کردن. حالا حکمش رفته اجرای احکام زندان اوین شعبه 15. من برادرم زیر 18 سال بوده. اگه گناه که نداره، اگه گناه داشته باشه قانون ایران میگه زیر 18 سال باید حکم اعدام صادر نشه. من برادرم بی گناه بود، داشت امتحان میداد، دنبالش کردن، حتی اونو تیراندازی کردن، زخمیش کردن. من اتهامی که بعد برادر من وارد کردن اتهام محاربه است. اولین اتهامی که صادر کردن رو پروندهش کوبیدن محاربه است. اصلا من پدرم رفت وکیل براش بگیره، اینقدر هزینش بالا بود، 100 میلیون میخواستن. ما از کجا بیاریم 100 میلیون بدیم وکیل؟ میریم هر جا میریم دیوان عالی کشور جوابمون نمیدن، میریم دادگستری قوه قضاییه جوابمون نمیدن، میریم اطلاعات جوابمون نمیدن. میگن باید از راه قانونی والدی که فقط نامه بنویسید، امضا کنید، چی کار کنید، همه این کارا رو انجام دادیم ولی تا حالا هیچ کس جوابمون رو ندادن.
سال 87 بود، یه شب نصف شب بود، ریخت ما همه خواب بودیم، ریختن تو خونمون به طور وحشیانه، ریختن تو خونه، یعنی همه زابرا شدن، ساعت 2-3 شب بود، همه خواب بودن، ما رو گرفتن آوردن اداره اطلاعات مریوان. بعد 2 روز که اونجا بودم انتقال دادن اداره اطلاعات سنندج، 3 هفته اونجا بودم، بعد 3 هفته ما رو فرستادن رجای شهر کرج. اتهاماتی که به ما وارد شد، معاونت در جاسوسی بود، حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز، بعدم عبور غیر مجاز از مرز، بعدم که تو همه اونا تبرئه شدم، فقط بابت اون اتهاماتی که بهم زد 4 سال تعلیقی خوردم و 500,000 تومان جریمه. گفتن معاونت در جاسوسی، همکاری با شوهرتون، شما به عراق رفت آمد داشتید، حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز در صورتی که هیچ اسلحه هم از ما نگرفتن، هیچ اسلحه تو خونمون نبود. ما شهرستان مریوان زندگی میکردم، شوهرم رفته بود تهران، اونجا دستگیر شده بود، اصلا هم خبر نداشتیم، تا اینکه یه روز عصر که به ما خبر دادن، گفتن شهر ما گرفتن، همون شبش هم ما رو گرفتن. من شرایط زندان خیلی سخت بود، من حدود 2 روزه که شهرستان مریوان بودم که خیلی سخت بود، دخترم اجازه نمیدادن شیر بدم، دخترم ازم میگرفتن، حتی یه دفعه از دستم گرفتم، فکر کردم پاش در رفته، دخترم من 11 ماه سن داشت، شیرخواره بود، خیلی گریه کردم، دخترم حالش خیلی بد بود. 3 هفته که تو اداره اطلاعات سنندج بودیم، اونجا که دیگه واقعا خیلی سخت بود، رجای شهر از اون سخت‌تر بود. من حدود 4-5 روز اونجا لیوان آب خوردن هم نداشتم، چون دخترم خیلی کوچیک بود، داشت با لیوان یک بار مصرف میدادن آب میخوردیم، لیوان شکسته بود. 3-4 روز من ازشون لیوان خواستم، حتی به هم لیوان هم ندادن، به دخترم پوشاک ندادن. دخترم وقتی از زندان اومدیم بیرون دچار مشکل کلیه شده بود، مجاری ادرار داشت، حدود 3-4 هفته بیمارستان بستری بود، انتقال دادن تهران، بیمارستان مفید بستری بود دخترم. روز 25 آذر بود، 25 آذر بود، من تو خونه خودم بودم که اونجا یه خونه هست جدا از خونه بابا اینا، بیشتر کار میکنم اونجا. بعد یه چند دقیقه با اینجا فاصله داره، من نشسته بودم، تماس گرفتن، گفتن آقای فلانی، گفتم بله، گفتن یه مجتمع شهید فهمیده هست، مجتمع فرهنگیه، موزیک کار میکنن با بچه ها، شعر کار میکنن، گفت ما اونجاییم، مسئولین اونجاییم، میخوایم یه همایش شعری در واقع برای بچه های زیر 18 سال برگزار کنیم، راهنمایی میخوایم برای مثلا منابع و تخصیص در واقع این کدوم در واقع متون رو برای چه سنی، مثلا تا سن 16 سالگی و 14 سالگی اینا، باید ما رو همایی کنیم که انتخاب کنیم. گفتم حالا الان که نمیتونم، چه؟ گفتن همین الان. گفتم الان که خب من همین الان شما زنگ زدین، خیلی اگه بتونید بیاید خیلی ممنون میشیم و لطف میکنید. و گفتم پس اجازه بده من یه دوشی بگیرم بیام خدمتتون. تو این فاصله که من دوش بگیرم، حدود 45 دقیقه و اینا زنگ میزنن خونه پدری من، به دخترم، به مادرم، که آره ماما قرار داشته نیومده، نمیدونم. من که در جریان نبودم. بعد گوشی رو که اومدم برداشتم، گفتن که آقا ما خیلی وقت منتظر شماییم. گفتم من تو راه هم الان میرسم خدمتتون. رسیدم به اون مؤسسه شهید فهمیده، سر تقریبا خیابون 13 گوهردشت، نزدیک زندان رجایی شهر. بعد دیدم یه آقای خوشمش، گفت من اومدم اونجا، تلفنی هم به من گفت من میام دم در که شما اذیت نشید، چون آفیش نیستید راهنماییتون کنم داخل. من رفتم به سمت این آقایی که نشون میداد که منتظر منه و با لبخندی داشت مثلا نست در واقع من رو خوش آمد میگفت. من رفتم به سمتش، دست که دادن دست من رو بسیار محکم گرفت، و این با توجه به سوابقی که از نوجوانی تا حالا داشتم، این در واقع خبر بدی بود، فشار دادن دست. من سریع خودم رو جمع جور کردم که آماده در واقع یه جست و گریزی بشم، دیدم که اصلا این کار محاله، چون بلا فاصله دوتا یه پرشیا بود و فکر میکنم اون یکی الان یادم نیست چی، یه ماشین دیگه بود، یه ماشین پرشیا بود، یه ماشین هم پراید بود، ریو بود، چی بود، دو تا ماشین وایستادن، 5 تا آدم قلچماق نامرتب، تقریبا 2 تا گلوله در واقع کرک، یا 2 کتل پشم در واقع
از این ماشینا پیاده شدن 5 نفر، 2 ماشین اینا ریختن رو من، قل خوردن به سمت من و دیگه توهین، کتک، فوش، ناسزا، افترا، به هر چیزی که شما فکرش رو بکنید. من واقعا متاسفم برای خودم که در واقع تو مملکت زندگی میکنم که مأمورینی که قرار بیان و اجرا کننده قانون باشن و کسانی که مجرمن رو ببرن برای تنبیه اینجوری با مردم رفتار میکنن. من که بازداشت کردن اول رفتیم منزل خودم، اونجا یه بازرسی خیلی بدی کردن، با خیلی بد، یعنی همه چی رو ریختن به هم و به من گفتن که شما در واقع نشر عکاسی کردی، توهین به مقدسات و نبی اکرم کردی و یکی دیگه که خیلی اصرار داشتن و ناراحتم بودن این بود که تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی کردی و اینکه مفسده داری، یعنی خودت هم جزو نویسنده هایی هستی که صادق هدایت چون خونی و مثلا اینا، شما مثلا فرانس کافکا مثلا کتابش تو کتابخونته، اینا جزو ملعونین حساب میشن دیگه. اینا اتهامات من بوده به صورت کلی، ولی خب ریزش خیلی حدود 235 صفحه آچار در واقع اتهام بود و استناد بود پرونده. 90% استنادات ایشون کامنت های فیسبوک بوده، نه پیج، نه چیزی که شیر تگ، فقط و فقط کامنت ها. مثلا خانم ایکس که داره دکترا میگیره اومده از من پرسیده آقا نظره شما میدونی نظر مولانا راجع به نبوت چیه؟ گفتم نه. گفت نظر شمس میدونی چیه؟ گفتم بله، نظر شمس رو من تو مقالاتش دارم راجع به نبوت اسلام، اونجا نقل قول کردم. حالا هر چی که نوشته دیگه به من ربطی نداره، این کتاب تو با مجوز جمهوری اسلامی هم چاپ شده. من اون نقل قول، این جمله بهشون برخورده مثلا. Thank you.